مردان والیبال ایران بعد از دو برد مقابل ایتالیا و آمریکای مدعی دیروز از ساعت 19 در سومین دیدار خودشون از رقابت‌های قهرمانی جهان در شهر کراکوف لهستان برابر فرانسه در شرایطی که کمتر کسی انتظارشو داشت 3-1 بازی رو واگذار کردند تا همه به حرف‌های کوچ قبل بازی برسن که نباید حریف دست کم گرفت. در شروع ست اول فرانسوی‌ها سعی کردن تیم ایران رو تحت فشار قرار بدن. پای پای پیش میره. تا اینکه فرانسوی‌ها در دفاع روی تور و سرویس‌های هدفدار فوق‌العاده ظاهر شدن و امتیازهای متوالی رو کسب کردن تا ست نخست 25-18 به نفع اونا به پایان برسه. منتخب فرانسه به فرق 7 نقاط. ست دوم بازیکن‌های کشورمون به خودشون اومدن و از همون اول برتریشون رو نشون دادن. در ادامه هم با دفاع و سرویس‌های منسجم اختلاف امتیاز مناسبی رو ایجاد کردن که همین باعث شد فرانسوی‌ها حسابی به هم بریزن. نتیجه پایانی این ست اینو خوب نشون میداد. 25-14 به نفع ایران. ست سوم با بازی برابر هر دو تیم شروع شد. در ادامه برای بچه های ما اگرچه 14-12 پیشی گرفتن، اما فرانسه خودشو به ما رسوند و بعد از اون هم کار تیمی اونا به ما چربید تا این ست 25-19 به سود اونها ثبت بشه. اما حکایت ست چهارم، بازی تا وقت فنی دوم متعادل پیگیری می شد. در ادامه با اینکه چند دفاع خوب از موسوی ما را 3 امتیاز پیش انداخت، اما داوری ضعیف داور دوم از کوهی که بی تجربگیش رو اعصاب بود، نظم تیم ما به هم ریخت تا ست چهارم رو در کمال شگفتی 29-27 به فرانسوی ها بدیم و در نهایت 3-1 این بازی و 3 امتیازش رو به حریف واگذار کنیم. فکر می کردیم فرانسه هم سطح ایتالیا و آمریکا نیست. اشتباه بزرگی مرتکب شد. تیلی سرمربی فرانسه هم گفته ما به برد ارزشمندی دست پیدا کردیم و به پاسورم گفتم که بازی معروف رو ببینه تا خیلی چیزا رو یاد بگیره. با این نتیجه فرانسه با 7 امتیاز صدرنشین گروه چهارم شده. ما هم با توجه به برد 3-1 ایتالیا برابر بلژیک در دیگر دیدار دیشب مشترکاً به همراه ایتالیا با 5 امتیاز باید در انتظار بازی‌های بعدی باشیم. درسته که این بازی رو واگذار کردیم، اما با توجه به صعود 4 تیم از هر گروه به دور بعدی باید به فکر بازی‌های بعدی باشیم که اولیش هم فردا از ساعت 19 مقابل بلژیکه.